سلام، من کریس برنز هستم. به برنامه 25 ثانیه خوش آمدید. ما با چند تن از خبرسازان صحبت کردیم تا به قلب موضوع بپردازیم. فراموش نکنید که مهمانان ما باید در فاصله زمانی کم و بیش 25 ثانیه به سوالات پاسخ دهند. اما نگاهی به برنامه امروز. انتخابات در ایتالیا آزمونی برای سیاست‌های ریاضتی در این کشور است. ماریو مونتی، کمیسر سابق اتحادیه اروپا، ریاست یک دولت تکنوکرات را در این کشور بر عهده گرفت تا به اجرای سیاست‌های کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات و اصلاح قانون کار پرداخته و اعتماد را به سومین اقتصاد منطقه یورو بازگرداند. بنابر نظرسنجی ها، اگر آقای مونتی با یک یا چندین حزب ائتلاف کند، ممکن است پیروز شود. اما با کدام حزب؟ پیر لویجی برسانی ممکن است آراء زیادی به دست آورد، خصوص که آقای مونتی با سیلویو برلوسکونی که او را عروسک آلمان نامید اختلاف هایی دارد. بپه گریلو، کمدین و جنبش پنج ستاره او، هم لقب جوکر این انتخابات را به خود گرفته. آیا این انتخابات شوکی در سیستم ایجاد خواهد کرد؟ آیا برعکس ایتالیا را در مسیر اتحادیه اروپا نگه خواهد داشت؟ و اما مهمانان برنامه ما اینجا در پارلمان اروپا، مارکو اینچرتی، مدیر مرکز تحقیقات و ارتباطات در مرکز مطالعات سیاسی اروپا، آدریانا چرتلی، خبرنگار اقتصادی از بروکسل با ماست، و دومینیکو دمازی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه روم. اجازه دهید با سوالی از شما آغاز کنم. از مارکو اینچرتی سوال می‌کنم. بیکاری در ایتالیا به بالاترین حد خود در 13 سال گذشته رسیده و به 11% افزایش یافته، در حالی که این میزان در میان جوانان 36% است. آیا سیاست‌های ریاضتی باعث وقوع زلزله در صندوق‌های رأی خواهد شد؟ فکر نمی کنم زلزله ای روی دهد، ولی ما قطعا شاهد تغییراتی خواهیم بود، زیرا احتمالاً سناتور مونتی ریاست دولت آینده را بر عهده خواهد داشت. حزب دموکراتیک در تمام نظرسنجی ها اول است. مهم نیست که چه دولتی از این انتخابات بیرون آید، زیرا آن دولت به هر حال باید به تعهدات خود در قبال شرکای اروپایی اش عمل کند. آدریانا، آیا شما به نظرسنجی ها اعتماد می کنید؟ اگر اتفاق غیرمنتظره ای نیفتد، حزب چپ میانه برنده خواهد شد و احتمالاً برسانی با مونتی یک گروه کاری تشکیل می‌دهند. بیدار شدن برلوسکونی که به نظر می‌رسد از نظر سیاسی مرده باشد، ممکن است برخی از کارت‌های بازی را تغییر دهد و ابهاماتی که ایجاد خواهد کرد بیشتر از بروز جنبش گریلو خواهد بود. دومینیکو، زلزله اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ نه، فقط یک تکان. مدعیان این انتخابات دو کمدین هستند و دو بازیگر نقش‌های دراماتیک. فکر می‌کنم تراژدی برنده خواهد شد. همه انتظار دارند آقای برسانی برنده انتخابات 24 و 25 فوریه باشد، اما با چه اختلافی؟ آیا خطر ایجاد یک دولت ضعیف وجود دارد؟ مهمترین مسئله انتخابات سنا به خصوص در مناطق کلیدی همچون لومباردی و سیسیل است. ممکن است پیروزی حزب دموکراتیک ضعیف‌تر از آنچه پیش بینی شده باشد. اما همانطور که همکاران من اشاره کردند، این سناریو شانس ایجاد ائتلاف با مونتی را افزایش خواهد داد. آدریانا گفت که برلوسکونی هنوز حامیان زیادی دارد، چون وعده حذف بسیاری از مالیات ها را داده. نقش او چه خواهد بود؟ یک بازیگر عمده یا یک خرابکار؟ فکر می‌کنم اگر انتخاب شود نقش یک سناتور را ایفا کند. بازیگر عمده یا خرابکار؟ خرابکار نمیدانم. او قطعا مخالف هر گونه ائتلاف بین چپ و راست است. فقط در صورتی میتواند کاری انجام دهد که بتواند کنترل سنا را به دست بگیرد. دومینیکو، شما در مورد آن چه فکر میکنید؟ مهم نیست که نقش برلوسکونی چه باشد، او همیشه یک خرابکار است. بسیار خوب، حالا کمی در مورد بپه گریلو صحبت کنیم. آیا او واقعا جایگاهی در انتخابات دارد یا صرفاً یک نامزد معترض است؟ تأثیر او در صحنه سیاسی چیست؟ آیا او با شکستن آراء چپگراها به طور غیر مستقیم به راستگراها کمک خواهد کرد؟ مارکو، شما در مورد آن چه فکر میکنید؟ بنابر نظرسنجی ها، گریلو حدود
13% آرا را به دست خواهد آورد. او برنامه خود را بر مبنای درد و رنج بسیاری از رای دهندگان ایتالیایی گذاشته. یک جنبش دیگر هم هست که خیلی در مورد آن صحبت نمی شود و آن جنبش مقابله با نابودی است که گروهی از کارشناسان اقتصادی آن را پایه‌ریزی کردند. آدریانا، آیا ممکن است شاهد درد و رنج باشیم؟ جنبش گریلو که از طرف اینگرویا دادستان سابق رهبری می شود آرای زیادی به دست خواهد آورد، زیرا بسیاری از مردم اعتمادشان به سیاستمداران را از دست دادند. دولت مونتی چهره ایتالیا در خارج از کشور را تقویت کرد و به آن اعتبار بخشید، اما در داخل کشور با این همه رکود اقتصادی که به وجود آمد خیلی هم امید بخش نبود. دومنیکو، آیا بپه گریلو به طور غیر مستقیم به حزب راست میانه کمک میکند؟ قطعا همینطور است، زیرا او یک طرح واقعی ندارد، او فقط خشم و ناراحتی زیادی دارد. حزب شب از طرف گریلو و اینگرویا آسیب میبیند، شاید بیشتر از طرف اینگرویا. نامزدهای دیگر میگویند که میخواهند سیاستهای اقتصادی ماریو مونتی را تغییر دهند، اما مارکو، چگونه این کار بدون بی‌ثبات کردن دوباره بازار امکان پذیر است؟ این سوال اساسی است. سناتور مونتی تلاش کرد تا اقتصاد را دوباره به یک مسیر درست بازگرداند، اما فکر می‌کنم که دیگر حوزه عمل زیادی وجود نداشته باشد. این چیزی است که همه کارشناسان می‌گویند. یک دولت احتمالی چپ میانه سعی خواهد کرد دوباره رشد اقتصادی ایجاد کند که همان هدف اروپا است، اما هیچ عصای جادویی وجود ندارد. Non c'è un bottone che si possa premere per farlo. Quali margini di manovra che abbiamo با توجه به تمام تعهداتی که ایتالیا به اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا دارد، دولت آینده چه جایگاهی خواهد داشت؟ اگر ما بخواهیم به تعهداتمان در قبال اروپا عمل کنیم، باید گفت که هیچ جایگاهی نخواهد داشت. برای همین هیچ حزبی نباید آرزوی پیروزی کند، زیرا دولت آینده کارهای زیادی برای انجام دادن خواهد داشت. مهم نیست که رهبر آن برسانی باشد یا مونتی. دومنیکو، آیا آنطور که آقای مونتی میگوید برای ایجاد اصلاحات تلاش خواهد کرد، ایتالیا آماده تغییرات اساسی هست؟ ما به ندرت شاهد تغییرات اساسی در ایتالیا بودیم. فکر نمی کنم این بار هم خیلی چیزی عوض شود. اما فضایی برای عمل می بینم. برای این کار اقتصاددان بودن کافی نیست. آنچه امروز تأسف آور است این است که ایتالیا تحت سلطه اقتصاددانان قرار گرفته. اقتصاددانان به همه چیز فکر می کنند به جز جامعه. سال آخر کوتاه لطفاً. تمام نامزدهای نخست وزیر آینده بالای 60 سال دارند. مارکو، آیا باید سیاستمداران ایتالیایی جوانتر باشند؟ لیتالیا دوربه کامینار کامبیاره کوستا جرونتوکراسیا او نو مارکو؟ البته، اما متاسفانه اینطور نیست. این یکی از دلایلی است که نمیتوان کاملا به پیشنهادات مونتی اعتماد کرد. شرکای او در این انتخابات و رهبران احزابی که او میخواهد با آنها همکاری کند بالای 80 سال سن دارند. برای همین تصور اصلاحات عمیق در چنین شرایطی سخت است. آدریانا؟ کاملا موافقم. کشور ما یک کشور سالمند با سیاستمداران کهنسال است، برای همین اصلاحات واقعی در آن مشکل است. اوکی دومینیکو، وقتی من 30 ساله بودم فکر میکردم 30 سالگی بهترین سن است. در 40 سالگی فهمیدم 40 بهتر است. در 50 سالگی متوجه شدم که 50 ساله ها منبع اساسی زمین هستند. در 60 سالگی با خودم میگفتم بدون 60 ساله ها هیچ کار نمیتوان کرد. و الان در سن 74 سالگی دیگر علیه افراد مسن حرفی نمیزنم. متشکرم دومینیکو، وقت ما تمام شده. از همه مهمانان هم سپاسگزارم. من کریس برنز هستم، با تشکر تا برنامه آینده 25 ثانیه. Fino alla prossima puntata. Grazie per il collegamento con The Network.